آقا دانش با سمیره خانم به ایران آمدن. به ایران خوش آمدن. میں سمیره انور خان ہوں اور یہ دانش خان میرے شوہر ہیں. ہماری شادی حال ہی میں ہوئی ہے. دانش ٹی وی پروڈیوسر ہے. وہ ایران کے بارے میں ایک ڈاکیومنٹری فلم بنانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو پہلے فارسی سیکھنی ہوگی اور اس کام میں ان کی مدد کرنے والی ہوں. میں نے فارسی ادب میں تہران یونیورسٹی سے گریجویشن کیا ہے. ایران پہنچ کر میری کلاس میٹ نے ہمارا استقبال کیا. سر، پیشانی، ابرو، موزه، چشم، بینی، لب، دهان، زبان، دندان، گوش، گردن، دست، سینه، شکم، پا. کیا کر رہی ہو تم؟ سہراب کے اشعار پڑھ رہی ہوں. سہراب؟ یہ سہراب کون ہے؟ ایران کے آزاد نظم کے مشہور شاعر ہے. تو کیا پڑھ رہی ہو، ہمیں سناؤ گی؟ سنو. اهل کاشانم، روزگارم بد نیست، تکنانی دارم، خورده هوشی، سر سوزن ذوقی، و خدایی که در این نزدیکی است. لای این شبوها، پایان کاج بلند، روی آگاهی آب، روی قانون گیاه. من مسلمانم، قبله‌ام یک گل سرخ، جانمازم چشمه، مهرم نور، دشت سجاده من. اس کا ترجمه کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ آپ کریں گے. میں؟ جی، ویسے جب آپ فارسی اچھی طرح سے سیکھ سکیں گے. اچھا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں اعضاء بدن کے الگ الگ حصوں کے نام یاد کر رہا ہوں. اچھا، ویسے ایک بات کہیں، یہ گھر بہت خوبصورت ہے. جی خوبصورت ہے، لیکن فی الحال آپ اٹھئے اور سو جائیے. چشم.
چشم شما بی بالا. ایک پیالہ اور دو گی؟ یہ تیسرا پیالہ ہے. مجھے شرم آ رہی ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنے پیٹو ہو گئے. نہ مزیدار ہے، کافی مزیدار ہے. آج خانم یہ خورده دیگه واسه ما میریزی؟ چشم آجا. آقا دانش بازم میل داری؟ دخترم بخور. پوچھ رہے کہ آپ اور لیں گے؟ کہیے نه خیلی ممنون. بله خیلی ممنون. بده من کاستو. بده من حاج خانم یه خود واسه آقای دانش برید. شما درد نکنه. نوشی جانتو. بفرمایید. دست شما درد نکنه. دست شما درد نکنه مادر جان. خواهش میکنم دخترم. نوشی جانه. مادر جون یه ذره دیگه برای من حلیم میریزی؟ بله عزیزم. میدونی که من خیلی حلیم دوست دارم. من حلیم خیلی دوست دارم. دوست دارم. نوشی جانت آقا دانش. من حلیمو با نمک دوست دارم. من حلیم با نمک دوست دارم. من حلیمو با شکر دوست دارم. من حلیم را هم با نمک هم با شکر دوست دارم. من حلیم هم با نمک هم با نمک هم با شکر دوست دارم. مزه مزه یعنی مزه یعنی ذائقه. مزه ها شیرین ترش شور تلخ. شیرین ترش شور تلخ. الیشا حاج خانم دستت درد نکنه. نوشه جان همه کنه. دختر سفره رو جمع کن. خب سفره هم جمع شد. فکر میکنم موقعشه که کلاس رو شروع کنی. خب اگر که همه موافقید چند تا از قید ها رو برای آقای دانش توضیح بدیم. قید کلمه ای است که حالت و چگونگی فعل را بیان می کند. از انواع قیدها من 4 نوع از قیدها را بیان می کنم. قید زمان. قید زمان بیانگر زمان وقوع فعل هست. مانند امروز، دیروز، فردا. امروز، دیروز، فردا. امشب، دیشب، فردا شب. امشب، دیشب، فردا شب. همیشه، ناگهان، گاهی، امسال، پارسال، اکنون یا حالا. همیشه، گاهی، ناگهان، امسال، پارسال، اکنون، حالا. آفرین آقای دانش، آفرین. قید زمان، همه روزه، همه ساله، همه ماهه. بامداد، روز، شب. همه روزه، همه ساله، همه ماهه. بامداد، روز، شب. آنها روزهای یک شنبه کلاس تکواندو دارند. یک شنبه. آنها روز یک شنبه کلاس تکواندو دارند. یک شنبه. ما همیشه
به زیارت می رویم. همیشه. ما همیشه به زیارت می رویم. همیشه. سهراب گاهی قرآن می خواند. گاهی. او گاهی قرآن می خواند. گاهی. حالا قید مکان. قید مکان بیانگر مکان وقوع فعل است. مانند اینجا، آنجا، همه جا، هر جا. قید مکان فعل کے واقع ہونے کی جگہ بیان کرتی ہے، جیسے اینجا یہاں، آنجا وہاں. سب جگہ ہمیں جا، ہر جگہ ہر جا. اینجا آنجا ہمیں جا ہر جا. راست چپ، پایین بالا، عقب جلو. راست چپ، پایین بالا، عقب جلو. زیر رو، میان داخل، بیرون دور نزدیک. زیر رو، میان داخل، بیرون دور نزدیک. مثلا بچه ها امروز اینجا کلاس تکواندو دارن. اینجا بچه ها امروز اینجا کلاس تکواندو دارن. اینجا آقا هومن سمت راست من نشسته است و تحمین خانوم سمت چپ من نشسته است. راست چپ، قاب عکس بالا است و تلویزیون پایین است. بالا پایین. قاب عکس بالا است، تلویزیون پایین است. راست چپ، بالا پایین. استکان نزدیک من است. نزدیک. استکان نزدیک من است. نزدیک. ما داخل اتاق هستیم. داخل. ما داخل اتاق هستیم. داخل. شما از من دور هستید. دور. شما از من دور هستید. من میان یا بین پریچهر و نادر هستم. میان یا بین. من میانه یا بین آنها هستم. میان یا بین. قید زمان، قید مکان، حالا قید کیفیت. قید کیفیت بیانگر چگونگی وقوع فعل است. قید کیفیت فعل کے واقع ہونے کی صورت کو بیان کرتی ہے. قید کیفیت مثل خوب، بد، زشت، زیبا. خوب، بد، زشت، زیبا. آهسته، تند، زود، دیر. آهسته، تند، زود، دیر. پدر خوب نماز می خواند. خوب. مادر زیبا قرآن می خواند. زیبا. پدر خوب نماز می خواند. خوب. مادر زیبا قرآن می خواند. زیبا. عارف آهسته غذا می خورد. آهسته. عارف آهسته غذا می خورد. آهسته. مادر تند قالی می بافد یا پریوش خوب درس می دهد. مادر تند قالی می بافد. تند. پریوش خوب درس می دهد. خوب. و قید مقدار. قید مقدار بیانگر مقدار فعل است.
قید مقدار، اس سے فعل کی مقدار کا پتہ چلتا ہے. مانند کم یا اندک، زیاد یا بسیار. کم یا اندک، بسیار یا زیاد. قید مقدار مانند چند، سراسر، چقدر. چند، سراسر، چقدر. من برای بچه ها چند بسته شکلات خریدم. او چند بسته شکلات خرید. بسته، چند. آقا بهروز بسیار دوید و یا بهناز خانوم کم صبحانه خوردند. آقا بهروز بسیار دوید. بسیار. بهناز، بهناز خانم کم صبحانه خوردند. کم. حالا از بچه ها میخوام که دوباره قیدها رو برای آقای دانش تکرار کنن. سلام عشق میگویم، سلام عشق میگویم، به جمع سروران یک زار، که تانت غم شود گویا به ذکر ای قادر شان. اگر اجازه بدی سمیرا جان با ما تشریف بیارن خونه. کی بیان خونه شما؟ امشب تشریف بیارن. امشب نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه خود شما هم خونه ما مهمون هستی. خیلی ممنون عزیزم. والا ما امروز خونه پدر شوهرم مهمون بودیم. برای همین وقتی آقا بهمن به حمید خان زنگ زدم ما اومدیم اینجا مزاحم شما هم شدیم. اگه اجازه بدید امشب سمیرا جون رو با خودمون ببر. خب والا چی بگم؟ کلمه است که حالت و چگونگی فعل را بیان می کند. قید زمان، قید مکان، قید کیفیت، قید مقدار. قید زمان، قید زمان بیانگر زمان وقوع فعل است. امروز، دیروز، فردا. امشب، دیشب، فردا شب. همیشه، ناگهان، گاهی. امسال، پارسال، اکنون یا حالا. همه روزه، همه ماهه، همه ساله، بامداد، شب، روز. قید مکان، قید مکان بیانگر مکان وقوع فعل است. داخل، بیرون، دور، نزدیک، چپ، راست، بالا، پایین، جلو، عقب، اینجا، آنجا، زیر، رو، میان یا بین. قید کیفیت، قید کیفیت بیانگر چگونگی وقوع فعل است. خوب، بد، زشت، زیبا. آهسته، تند، زود، دیر. قید مقدار،
قید مقدار بیانگر مقدار فعل است. کم یا اندک، زیاد یا بسیار، چند، چقدر، سراسر.